محاصلین عزیز، صبح شما بخیر. لکچر 13 است. در لکچر 13 یک مثال عمومی را حل میکنم در رابطه با معکوس ماتریکس. ما از دوی در دو آغاز میکنم. به طور مثال، مثال یک، دو تا مثال کار میکنم. فرض میکنم که ماتریکس A داده شده باشه. و ما ارزوی ما ای است که معکوسش چگونه میتونیم پیدا کنیم؟ با استفاده از فرمول A و تان منفی یک مساوی و دیترمینانت A ضرب B ترانسپوز که اینی فرمول داراست، ما میخوایم که ایره طریقه حلش یا محاسبش برتان تشریح کنم. اول خب باید بیره معرفی کنم که بی چی است. بی که مکمل الجبری است، یک ماترکس ای یک دو نظر به ای، یعنی مکمل الجبری ازی است و ای دو یک و ای دو دو است. فرض میکنم که این مکمل الجبری ازی باشه و اینی حالت داشته باشه. در این صورت ای یک یک چیست، ای یک دو چیست، ای دو یک، ای دو دو، هر کدوم از اینا را باید پیدا کنیم و در جاهایشان قیمتهایشان را بگذاریم تا که بی مشخص شود. ببینید این چی است. ای یک یک مساوی منفی یک به توان یک جمع یک، اینی یک جمع اینی یک ضرب در دیترمینانت. اگر ما از ای یک از سطر و ستونش حذف کنم که کامپلمنتش است، کامپلمنتش در نظر بگیرم، یعنی ای را ای سطرم خط بزنم، ای ستونم ای دو دو میمونه، ای دوی دو میمونه که ای دو دو در اینجا میتونیم که دیترمینانت هم نگیریم. چرا؟ یک عنصر است، برای یک عنصر ما دیترمینانت نمیگیریم و این محاسبه میکنیم. منفی یک به توان عدد جفت همیشه مثبت است، یعنی مثبت ای دو دو میشه. به همین شکل ای یک دو هم پیدا میکنیم، منفی یک به توان یک جمع دو، ای یک دو، اینی ای یک دو را میخوایم پیدا کنیم. این مکمل ای یک دو است، اینی ای یک دو را ستون سطر خط میزنیم، ای دو یک. منفی به توان تاق سه میشه، منفی میشه منفی ای دو یک. ای دو دو را محاسبه میکنیم، منفی یک به توان ای باشیم ای دو یک، ای دو یک، ای دو یک به مساوی با منفی یک به توان دو جمع یک ضرب آل ای عنصر را حذف میکنم، هم سطرش هم ستونش، ای یک دو میمونه. توان تاق است، میشه منفی ای یک دو. ای دو دو رو محاسبه میکنم، اینی است ای دو دو، ای است متعلق به ای است، ای رو خط میزنم میشه ای یک یک، مساوی میشه با ای یک یک. اینا رو محاسبه کردم. وقتی که محاسبه کردم به همین شکل میتونم که دیترمینانت هم محاسبه کنم. دیترمینانت اینجا است، یعنی دیترمینانت ای ایرم محاسبه کنم که عبارت بود است دیترمینانت ای یک یک، ای یک دو و ای دو یک، ای دو دو که ایرم محاسبه کرده بودیم که ای یک یک ضرب ای دو دو منفی این آرز محاسبه کردیم، ای یک دو ضرب چی میشه؟ ای دو یک. بیشک ایرم میتونیم محاسبه کنیم. وقتی که محاسبه کردیم این قیمت ها را میاییم در جای بی، در جای ای بی میمونیم، نشته میکنیم که بی ما مساوی میشه، بی ما مساوی میشه ای یک یک ما، ای دو دو، ای دو دو و ای یک دوی ما منفی ای دو یک، منفی ای دو یک و بالاخره ای دو یک ما منفی ای یک دو، منفی ای یک دو، ای دو دوی ما ای یک یک. به این شکل ایره میمونیم.
بارز ترانسپوز از اینو میگیریم. ترانسپوزش یعنی که اینجا ضرورت است. بی ترانسپوز. بی ترانسپوز. بی ترانسپوز میفهمین که سطر به شکل ستون، سطر دوم به ستون دوم، سطر اول به ستون اول، سطر دوم به ستون دوم. یعنی ای دودو و این اینجا منفی ای دو یک ایره ای قسم ای دیگه شام منفی ای یک دو و ای یک یک ایره پیدا بکنیم. وقتی که پیدا کردیم ای قیمت ها را در جاهایش میمونیم، یعنی ای و تاون منفی یک مساوی میشه این قیمت که یک بر یک بر این یعنی جواب، یعنی ای یک یک ای دو دو ای دو دو منفی ای یک دو ای دو یک کل از این یک بری نیچیست ضرب بی ترانسپوز که عبارت است از چی؟ ای دو دو منفی ای یک دو و منفی ای دو یک ای یک یک این به این شکل توسط این فرمول با دست می آید. معکوس یک ماترکس دوی در دوره توسط این فرمول به این قسم این گونه محاسبه می کنیم. باز اگر ما یک ماترکس سه در سه داشته باشیم، اگر ماترکس سه در سه داشته باشیم با عین فرمول بی را میتونیم این رقم پیدا کنیم. انشاءالله که آره خوب فهمیده میشه. به این شکل و ای یک یک که پیدا کنم ای یک یک مساوی میشه منفی یک به تاوانه یک جمع یک ضرب دیترمینانت ای یک یک. یعنی ای یک یک از سطرشم حذف میکنم، ستونشم حذف میکنم، چیزی که باقی میمونه اینجا نوشته میکنم. نوشته میکنم که ای دو دو ای دو سه ای سه دو ای سه سه این ایره واسه محاسبه میکنم. یا مثلا ما میتونم که محاسبه کنم ای یک دوره منفی یک به تاوان یک جمع دو ضربه دی ترمینانته ای یک دو. ای یک دو متعلق به این عنصر است. اگر من ایرام خط بزنم ایرام خط بزنم اینی دوگانه میمونه ای دو یک ای دو سه ای سه یک ای سه سه ای دو یک ای دو سه ای سی یک ای سی سی. ای بسیار به سادگی ای میتونه محاسبه شوه. به همین قسم ادامه میتونم بالاخره میتونم که ای سی سی رو محاسبه کنم. ای سی سی بخشیم ای سی سی که در اینجا آخرین عنصر است منفی یک به تاوان سه جمع سه کلش محاسبه کده میتونم به این شکل که یه سه سه متعلق به اینی انصر است. ای ستون را پاک میکنم ای سطر را پاک میکنم پس اینی میمونه اینی دادانه میمونه که این را داخل از اینشته میکنم ای یک یک ای یک یک ای یک دو و ای دو یک ای دو دو. با همین رقم تمام از اینا را میتونم تمام از اینا را محاسبه کنم و اینا مدد میشن و یه عددها را میارم در اینجا میمانم مثل دیترمینانت دوی در دو ترانسپوزش را پیدا میکنم. دیترمینانت ای را میفهمم بسیار به سادگی. دیترمینانت ماترکس ای را من قبلا به سه طریق محاسبه کردم، طریق مثلثی، طریق مستطیلی و بالاخره خواصش را گفتم طریق تنزیلی. دیترمینانت هم محاسبه میکنیم ای آمدت میشن در جایش میمونیم و بالاخره ضرب بی ترانسپورت میکنیم ترانسپوز میکنیم چی به اسم معکوس ماترکس حاصل میشه.
که ما ایره در لکچر 14 به شکل عدد براتون کار میکنم و اینمی پروسه را دنبال میکنم. معکوس یک ماتریکس پیدا میکنم.